آفریقا جایی بود که اینها تا تونستن استعمار کردن. خب میدونید نژاد غالب در آفریقا سیاه پوستان هستن. نگاه های استعماری از بالا به پایین تو آفریقا موج میزد. یک مقطعی، یک فرصتی ایجاد شد که مصری ها سوزوندن. یک مقطعی ایدئولوژی در آفریقا خیلی خوب رشد کرد. مثلا احمد تیجانی اومد تو آفریقا و تیجانی رو راه انداخت. اینا سنی مذهب محسوب میشن اما به اهل بیت ارادت ویژه دارن. یک پارچه سبزی میندازن، بعد از نماز دور هم میشینن و ذکر میزنن، به تشیع خیلی نزدیک. بعدها از شاگردان احمد تیجانی، مکتب احمد تیجانی، افرادی اومدن بالا مثل ابراهیم سنان از سنگال اومد تو کنیا. تو اون مکتب تیجانی خیلی رشد کرده بود. استعمار سعی کرد حاکم کنیا رو با ابراهیم سنان در مقابل هم قرار بده، ولی اینا در کنار هم ایستادن و استعمار رو بیرون کردن از کنیا. این اولین بار بود این شور و شعفی در آفریقا شکل گرفت و مختک استعمار رو تونستن بیرون کنن و این ایدئولوژی تیجانی گسترده شد تا مالی، بورکینافاسو، نیجر، سنگال، کشیده شد به اقصانوقات آفریقا. و تو اون مقطع بسیار کلیدی جنگ سرد بین شرق و غرب، آمریکا و شوروی، آفریقایی‌ها توی مقطع استعمار بیرون کردن. ببین اکثر این کشورها رو نگاه کنید، تاریخشون رو 1962، 1963، 1964 تو اون مقطع تونستن استقلالشون رو کسب کنن از فرانسه. یه اتفاقی افتاد، مصر، جمال عبدالناصر، جهان عرب یه موقعیت خوب، شوروی هم با آمریکا درگیر، اینا میتونستن بایستن. جمال عبدالناصر اومد کانال سوئز رو ملی کرد، بعد جنگ شد، حالا جنگ عرب با اسرائیل بک کشید به بحران کانال سوئز. این فرانسه و انگلیس و اسرائیل اومدن مصر رو محاصره کردن، وارد جنگ شدن. شوروی تهدید اتمی کرد، آمریکا فرانسه و انگلیس رو توبیخ کرد، به عقب آورد چون شوروی میزد. دقیقا همون جایی از تاریخ که مصر حالا باید یا یک ناسیونالیسم عربی ایستاده در مقابل هژمون ها، آفریقا داره میباله، داره کم کم یکی دو تا موفقیت بزرگ که بهش بشه افتخار کرد به دست میاد. یه شوروی هم هست که میتونه حمایت کنه، هژمون دیگه تو مقطع. چی شد؟ انور سادات پاشود رفت اسرائیلیا تو کمپ دیوید بست، کارتر پاشود اومد و فرو پاشید و دوباره استعمار اومد تو آفریقا جا خوش کرد. شوروی هم که یک مسیر رو رفت و دوچار فروپاشی شد و آفریقای گرفتار همچنان گرفتار.